سلام دوستان، مجددا با کانال آموزش آشپزی امکتی مهمون خونه شما شدم. امروز تصمیم دارم یه غذای خوشمزه با فیله مرغ آموزش بدم و اون چیز نیست جز فیله مرغ حلزونی. فوق العاده غذای ساده ای، آسونی، تو زمان کم میتونی درست کنی، مخصوصا اگر چند صفحه بذاری فیله مرغتون مزه دار بشه که عالی میشه. پس بریم با هم دیگه بعد از معرفی مواد اولی کار آموزش امروز رو شروع کنیم. مواد لازم برای فیله مرغ حلزونی. خیلی دوستان، این غذا نرمال با فیله مرغ درست میشه و بستگی به تعداد نفرات داره. من برای 4 نفر میخوام درست کنم، حدود 8 عدد فیله مرغ نسبتا درست استفاده کنم. فیله مرغ رو از روز قبل یا از 4-5 ساعت قبل باید مزه‌دار کنم تا کاملا طعم و مزه ادویه ها به خورد فیله ها بره. من چون روز قبل این رو مزه‌دار کردم، به همین دلیل الان من فیله های نوایی برش داده مزه‌دار رو به آوردن اینجا برای معرفی مواد اولیه. ولی در اولین مرحله آموزش به شما نشون میدم که فیله رو به چه شکلی حالت نوایی برش بدیم و با ادویه مزه‌دار کنیم. پس فیله مو به تعداد نفرات. حالا بریم معرفی ادویه ها. نمک یه قاشق مربع خوری، فلفل نصف قاشق چای خوری، ولی بازم تند بودن یا بخواین ذائقه ای که چقدر میخواین این غذاتون تند باشه. پودر پاپریکا نصف قاشق چای خوری، پودر پیاز و پودر سیر فوق العاده این غذا رو خوشمزه میکنه. من به خاطر همین یک قاشق چای خوری استفاده کردم. پاپریکا و فلفل قرمز نصف قاشق چای خوری. دوستان گفتم بارها زمانی که میخواییم مرغ درست کنی، هر غذایی که توش مرغه نوش قاشق چای خوری از زنجبیل، پودر زنجبیل استفاده کنه. خیلی تون گرفتن بوی زخم مرغ نقش خوبی داره. خب اینه شدهش ادویه هامون. آب لیمو یه قاشق غذا خوری، کره به مقدار لازم. شما میتونه اگر در دسترستون بود، گفتم آشپزی سخت نگیره، اگر در دسترستون بود فلفل داشته، هر رنگی داشته، از هر کدوم یه مقدار ما میخواد. شما میتونی بعد از که مرغا رو حالت حلزونی پیچیده هم از این سیخای چوبی استفاده کنی، هم میتونی از خلال دندون استفاده کنی. این مرغ حلزونی ما هم میتونی با پلو بخوری، ولی با دورچین سبزیجات فوق العاده خوشمزه میشه. من امروز تصمیم دارم با سبزیجات درست کنم. حدود 200 گرم قارچ، سعی کنی از قارچه ریز استفاده کنی. حدود 150 گرم کلم بروکلی، که من کلم بروکلی داخل یه قابلمه آب می‌ریزم با کمی نمک. وقتی که جوشید کلم بروکلی رو می‌ریزم داخل اون، یه حدود 3-4 دقیقه، فقط 3-4 دقیقه، نمی‌خوام خیلی نرم بشه یا وا بره، می‌ذارم روی حرارت. بعد داخل آبکش می‌ریزم تا کاملا آب اضافه ازش خارج شه. گوجه مینیاتوری هم حدود 9-10 عدد. سویا ساس یه قاشق غذا خوری سرپر، فلفل نیم کوب و نمک. اینا هم برای دورچین سبزیجاتمونه. اولین مرحله فیلای مرغ رو مزه‌دار میکنم. میتونه از چند ساعت قبل یا حتی از یک روز قبل این فیلای مرغ رو مزه‌دار کنید. هر چقدر زمانش بیشتر، طعم و مزه ادویه بیشتر میره داخل فیلامون و فوق‌العاده مرغ حلزونی خوشمزه خواهیم داشت. حالا من دوتاشو به آموزش میدم بهتون که ببینین. این بالا اگر رگ داشت، یه رگشونی، حتما اون قزروف هم از داخل فیلای مرغ خارج کنی، به هیچ وجه قزروف نداشته باشه. خب نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. خب داخل یه ظرف فیلای مرغ رو میریزیم. حتی من مابقشم حالا فیلا رو حالت نواری بلند و تقریبا یه دست خود میکنم. پیاز داشتیم. اول قبل از اینکه پیاز رو بریزیم، من زعفرون رو میریزم، چون اگر پیاز رو بریزیم بعد زعفرون رو بریزیم، پیاز باعث میشه اون زعفرون رنگش داخل پیاز میشه، زیاد داخل مرغمون نمیره رنگ زعفرون. و ادویه‌ای که داشتیم، اون مقداری که داشتم مواد اول معرفی میکردم بهتون، مقدارش هم گفتم. پیاز دارم حالت به این شکل. خب یک کوچولو اندازه شاید یک قاشق مرغ بخوری. آب لیمو هم میریزم. بقیه موادم، بقیه مرغ و فیلای مرغ نواری برش میدم. ظرف در بسته داخل یخچال. من چون فرصت دارم یه حدود 12 ساعت میخوام داخل یخچال قرار بدم. بعد از اینکه فیلای مرغمون چند ساعت مزه دار شد، میایم
حالت حلزونی فیلای مرغ رو فرم میدیم. ببینید از نوک فیله مرغ شروع کنیم به این شکل بپیچین، کاملا ببینید فرم حلزون میشه. یه دونه خلال دندون، این خلال دندون باعث میشه که مرغ ما فیکس بشه، اصلا زمانی که داریم میزنیم روی شعله به هیچ وجه وا نره. خب یکی دیگه هم بهتون طریقه پیچیدنش رو نشون بدم. خیلی ظاهر قشنگی داره این غذا، ببینید به این شکل کاملا. یه بار دیگه از نوک شروع میکنیم به داخل میپیچیم به این شکل و با یه خلال کاملا فیکس میکنیم. میتونین حتی از این سیخای چوبی هم استفاده کنید، چون موادش مثل مواد اولیه جوجه کبابه. میتونین اگر خواستین با برنج سرو کنی یا اگر خواستین برای مهمونیاتون باشه از سیخای چوبی استفاده کنی به این شکل. فقط ظرفی که میخواییم بزنید سرخ بشه اندازه همین سیخا باشه. فکر کنم یه دونه سیخ و چوبیمون سه تا فیله کافیه واسه، چون بینشم زیاد کیپ نباشه. خب به این شکل. حالا من تو فاصله که گوشم کرم بلوکلی حاضر شه مواد اولیه هم آماده میکنم. میتونین فلفلارم هر اندازه‌ای که میخواین برش بزنین. داخل مایتابه‌ای که میخواین فیله ها رو سرخ کنی، فیلای حلزونی رو، کمی روغن، کمی کره یا روغن زیتون، کاملا سلیقه‌ایه. من حدود 2 تا سیخ هم فلفلا رو آماده کردم و حالا دونه دونه این مرغای مزه دار شده میچینم. ببینید مرغام، چون من الان گفتم زمان زیادی مرغام مزه دار شده، فیلم که میدونه خیلی بافته سبکی داره، به خاطر نرم و سبکی داره، به خاطر همین فیلمون زود آماده میشه. اصلا فیله که خودش بافتش نرمه، مزه دارم که شده بیشتر نرم شده، نهایت 20 دقیقه آماده است. پس داخل ظرف میچینیم، ابتدا حرارت بالا، بعد از اینکه روغنمون داغ شد و کمی مرغ سرخ شده حرارت رو کم میکنم، میذارم اون آبی که خود مرغ میندازه فیلای مرغ بپزه و کاملا مسبوق بشه، نهایت 20 دقیقه. 6-7 دقیقه است که فیله های مرغ روی حرارته. ببینید کاملا مرغ آب انداخته. من برمیگردم تا سمت دیگه مرغ از اون حالت خامی در بیاد و تغییر رنگ بده. بعد از که آب کاملا کشیده شد، جفت طرف مرغا رو کاملا سرخ و طلایی میکنم. حالا حدود 3-4 دقیقه میام سبزیجاتم آماده میکنم، چون گفتم 20 دقیقه حاضر میشه، اونم 10 دقیقه تایم میخواد. پس هماهنگ کنیم که تا فیلا حاضر شه تو فاصله سبزیجاتم آماده شه تا جفتش با دیگه داغ داغ بتونیم سرو کنیم. دو طرف مرغا تقریبا ببینید تغییر رنگ داده. ما برای این که بخواییم مطمئن شیم که داخل فیلا پخته، با یه چنگال امتحان کنیم ببینیم مشخصه که کاملا پخته و مسبوق شده. حالا من فیلا رو برمیگردونم، دیگه در ظرف رو نمیبندم، چون میخوام جفت طرف های فیلا ها دیگه حالت سرخ شده و طلایی بشه. میام توی فرصت هم سبزیجات هم آماده میکنم. برای آماده کردن سبزیجات داخل یه ظرف مناسب کمی کره می‌ریزیم یا روغن. سعی کنید تا اونجا که می‌تونید از روغن و کره کمتر تو غذاتون استفاده کنید. بعد از اینکه آب شد کره یا روغنمون، قارچا رو می‌ریزیم یه 2 دقیقه تخمیریم. نهایت بعد از 2 دقیقه که قارچا رو مدام به هم زدیم، چون نمی‌خوام قارچا بسوزه. حالا کنم برو بگیم. یکی 2 دقیقه هم کنم برشی و با قاطا هفت میدیم. خیلی سبزیجات خوشمزه یه به کنار مرغ خیلی خوشمزه میشه، ترکیب خوبیه مخصوصا برای کسایی که رژیم دارن میخوان برنج و نون نخورن، سبزیجات جایگزین خوبیه. نمک سوسه سوسه سره سعی کن نمکش رو کم تر بریزیم. فلفل نیم کوب،
و سویا سس. 6 دقیقه میذاریم تا اینا با هم دیگه تفت بخورن و مزهشون به خورده هم بره. 2 دقیقه آخر گوجه مینیاتوری اضافه و تمام. بعد از 6 دقیقه گوجه مینیاتوری هم اضافه میکنم. دو دقیقه دیگه خاموش میکنم. ببینی دیگه فیله های مرغمون هم حلزونمون آماده است. جفت طرفشون کاملا سرخ شده. بیشتر از 20 دقیقه زمان بدی سفت میشه. پس زیر جوجه خاموش یه دقیقه دیگه زیر سبزیجاتون خاموش شه. اینم از آموزش مرغ حلزونی با دورچین سبزیجات امروز. خب دوست نازنینم، آموزش امروز فیله مرغ حلزونی به پایان است. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. این غذای خوشمزه طبق آموزش من درست کنی، میل کنی و لذتش ببری. لطف کنی کانال آموزش آشپزی ام کتم اشتراک گذاری کنی و به دوستانتون معرفی کنی. تا یه آموزش بعد همگی به خدای بزرگ بسپار. خدا نگهداره.